رادیو همراه بفرمایید. سلام جناب دکتر. سلام بفرمایید. امیدوارم حالتون خوب باشه و صدای من گوش خراشه، میتونم نه صدای من خرابه، ما 12-13 دقیقه وقت داریم، من در خدمتتونم، بفرمایید. ببینید جناب دکتر، من یه توضیح چیزی دارم، اون چیزایی که لازمه خدمتتون بگم. ببینید من حدود یه سال و نیمه جدا شدم از همسرم، یعنی به زور من وادا به جدایی کرد، بعد 30 سال زندگی اون بماند. بعد دیگه یه دخترم داشتیم، داریم، یعنی اومدیم ما بیرون با چه سختی، خلاصه بدون هیچ پشتوانه. نه سب کنید، دخترتون چند سالشه؟ نه دخترم بزرگه، الان مستقله، 25 سالشه. نه شما از کجا تلفن میکنید؟ من از اروپا خدمت میزنیم. خب اروپا چطور ممکنه که یه مردی بتونه تحمیل کنه؟ جناب دکتر، از من شاید بی خودی تحمل کردم، تحمیل کرد، به خدا تحمیل کرد، یعنی به وادارم کرد، یعنی اینقدر هر روز منو از نظر روانی آزار داد، هر روز صبح به قدری چیزای بد به من میگو، به قدری اصلا، یعنی وقتی پیش چند تا مشاور رفتم گفتن که باید هر چه زودتر بیای بیرون از این زندگی، چون که اصلا ایشون من حرفی ندارم بیاد بیرون، ولی حق و حقوقتون رو میگرفتی. نداد آقای دکتر، گفتم که به من یک کمک مالی کن، اقلا من برم، تازه از منم پول میخواست، میگفت به من پول بده تا من برم از اینجا. بعد نه تنها نرفت، بعد دست خالی خودش شاهده اومده. حالا ایناش بماند. ببینید الان یک سالی که گذشته، یه روز ما دیدیم که هی از طرف خانوادهش از ایران هی تماس میگیرن. بعد با دخترم تماس میگرفتن، گفتیم اینا چرا با ما چی کار دارن؟ بعد که جواب دادیم گفتن که ما یک هفته است داریم با این آقا تماس میگیریم و ایشون حتی تلفنش جواب نمیده، میشه ببینیم که مثلا چی شده اینا؟ بعد چون یه آدم بیماری هم بود، از نظر جسمی هم یه بار سکته مغزی کرده بود و یه بار قلبش عمل کرده بود، اینا نگران شده بودن. بعد این ایشون تو زندگی با ما اصلا یه کلمه هم حرف نمیزد، همش میاد تو اتاق میشست، درو میبست، تلویزیون نگاه میکرد، هیچ کلام، رابطه کلامی هیچی نداشتیم. حالا بعد رفتیم دم خونهشون، هر زنی درو باز نکردن، اومدیم به پلیس گفتیم یه همچه اتفاق افتاده، پلیس رفت درو به هر حال باز کردن، چون ما هیچ کلیدی هیچی نداشتیم ازش. بعد دیده بودن کف آشپزخونه افتاده و بردنش بیمارستان، حالش هم گفتن خیلی بده. بعد اینو که به خانوادهش گفتیم، به این شکل به ما اینجوری گفتن دیگه، اونا از اینجا خواهش و تمنا که برین مثلا ببینین، به ما خبر بدین چی شده چی نشده اینا. یه جوری شد ما افتادیم تو این جریان که هر روز اینا منتظر این بودن ما گزارش رو بدیم. دیگه آقای دکتر، ما طی این 2 ماه و نیم واقعا بریدیم، بیمار شدیم، انرژیمون رو از دست دادیم، هزینه های اضافی بهمون تحمیل شده بدون هیچ پشتوانه. میخواستم بدم آیا ما باید تا که اینو ادامه دیگه، آیا این اصلا کار چی رو ادامه بدیم؟ بگید یکی دیگر رو پیدا کنیم. دخترتون هر کدومتون دلتون میخواد برید، نمیخواید نرید. نه ایشون هم نمیخواد، میگه که واقعا هم راست میگه، من اصلا هیچ پدری از ایشون ندیدم که من کار ندارم. عزیزم شما به عرض من توجه کردید، شما دوست دارید دلتون میخواد برید، دوست ندارید دلتون نمیخواد نرید، جواب اونا رو هم ندید، تلفنتونم چه تلفنش رو بلاک کنید، محل نگذارید. اونا اگر خیلی حساسه. الان همسر شما الان چند سالشونه؟ 70 سالشه آقای دکتر. من بنابراین بهش میگفتم که قبل از اینکه جداشون گفتم ببین تو خود در خطری، الان اینجوری میکنی، تنها میخوای زندگی کنی که چی بشه؟ بعد گفتش که نه من دوستان تنها زندگی کنم، باید بریم. و وقتی که حالا فهمیدم که ایشون کلی هم پسنداز و اینا داشته، ولی همیشه به من میگفت ندارم و نمیدارم، اون موقع تو بانک نذاشته بود، چیکار کرده بود که اصلا مشخص نبود که نداره. من تازه دلم هم برایش سوخت، گفتم این که چیزی نداره که من بخوام ازش تقاضای چیز کنم. شما چطور بعد از 30 سال تو زندگی صبر کنید؟ تو 30 سال بعد از زندگی نمی‌رسید درآمد ایشون مثلا 1000 یوروه، خرجتون 800 یوروه؟ نه نمی‌دونستم. ببین ایشون چی؟ ایشون شغل و کار ایشون شغل و کار ایشون چی بود؟ بازنشسته. از زمانی که من دیدم ایشون، یعنی ما اومدیم
اروپا همیشه کیسه دارو دستش بود و همیشه آف پزشکی بود و همیشه بعد زودم بازنشستش کردن، همیشه میشه فقط تلویزیون نگاه میکرد، کارتون. شما چند سال اروپا هستی؟ بیست و دو سال. 22 ساله به صورت بازنشسته زندگی میکنه در 70 سالگی. بله. یعنی در 48 سالگی خودشونو بازنشسته کردن. بله. خب شما زندگی اقتصادیتون از چه طریق میگذشت؟ من خودم تو ایران پس‌اندازایی که داشتم و میرفتم ایران از اونجا، یعنی اصلا هزینه‌های ما رو که نه اصلا تقبل نمی‌کرد، نمی‌داد و من میرفتم از اونجا چیز می‌گرفتم، از اون میگرفتم میبردم این وقت هزینه ها اونو تعمیر میکردیم. شما چرا میخواستی تو این زندگی که یه مردی کار نمیکنه خرجم نمیکنه اون چارتانی بولم شدم بیشتر اون چیزا رو داشتم میترسیدم. حالا که گذشته، آره گذشته واقعا و خیلی هم سخت گذشته، پس ما وجدانمون ناراحت نباشه. ابدا هرچی گناه هست رو بفرستید به حساب من. دخترتون گفتی الان چند سالشه؟ 25 سالشه. چی خونده؟ دخترتون چی خونده؟ چی میکنه؟ دخترم چیز خونده، مثل جامعه شناسی خونده، توی یک چیز کار میکنه، مؤسسه کار میکنه با افراد که نیاز کمک دارن بهش کمک. آیا اون وقت خب یعنی شاید تو کار سوشال ورکر رو اینا هستن خدمات اجتماعی؟ بله. خب حالا به من بفرمایید شما دوتا با هم زندگی میکنی درسته؟ نه ایشون دخترم تازگی ها یک جایی رو گرفته اجاره کرده مستقل زندگی میکنه، ولی خب بیشتر پیش منه دیگه. یعنی این آقا حتی صبر نکرد که مثلا این دختر یک مستقل بشه، یعنی ما در وضعیت خیلی بدی اومدیم بیرون و من و اینو هیچ وقت به هیچ کس یه هیچ دوستی نداره اینجا، با فامیلاش هم همه قهره، به خانوادش هم نگو، میگن ما نمیدونستیم یه همچین چیزی، ولی دروغ میگن. و ایشون با تنها کسایی که در ارتباط بود اون دکتر با خانوادش بود، با خواهر و برادرش، و همیشه خودش رو پشت خواهرش قایم میکرد و من چون اینجا هیچ کسی نداشتم از همون اول همیشه من تهدید به این میکرد که این بچه رو ازت میگیرم تو ایران بودیم. و حتی از بعدن بعد از اینکه دختر من 18 سالش شد و من خواستم براش چیز بگیرم، کارت ملی بگیرم، پاسپورت مثلا اون موقع جدا بگیرم فلان، دیدم که هی برام نامه میاد که این مشخصات شماره شناسنامه مغایرت داره. بعد نامه رو از سفارت گرفتم بردم ایران سبت احوال کور، گفتم که این بچه من چرا چیز میگه مقایرت داره چه اشکال داره. گفتن خانم این در سال فلان، یعنی موقعی که بچه 4 سالش بوده شناسنامه المثنی گرفته و شما اصلا داری جرم میکنی. گفتم با این شناسنامه مدرسه رفته؟ گفتن اصلا باید میومدی میگفتی. گفتم بله من اصلا در جریان نبودم، اصلا من همینجور حیران مونده بودم. بعد باهاش تماس گرفتم، اون موقع ایران بودم، گفتم این شناسنامه برای این بچه گرفتی؟ گفت آره اینا. گفت خود چرا این کار کردی براش؟ اصلا این جور تخلفه از نظر قانونی، جرمه. ولی مثلا از این کارا میکرد. بعدم که اومدیم اینجا که دیگه اصلا نمیدونم چرا انقدر این بد رفتار میکرد. ما میتونستیم زودتر جدا شیم. من گفتم بابا دیگه ما پیر شدیم، بشین تو زندگی تو داری میکنی، ما هم که کاری بهت نداریم، ما هم کاری به تو ندارم. ولی چیز کرد دیگه، میخواست خودش تنها زندگی کنه و میگفت باید مگه آدم چند بار زندگی میکنه باید از زندگی لذت ببره. گفتم باشه شما لذت ببرین. خب یه سال نشده افتاد و الان آقای دکتر دچار فراموشی شده تقریبا، یه بعضی چیزا رو که لازم میتونه یادش به بعضی چیزا نه، الان کلی هزینه های دارو و اینا به ما تحمیل شده، چون الان به طور موقت یک جایی نگهش میدارن که نگهش داشتن تا یک ماه ببینن آیا میتونه تنها زندگی کنه یا نه. و به هر حال بذارید بخش دولتی از ایشون محافظت اونا بهشون که بله مدت به همین شکل خواهد شد، چون بعضی جاها که مثلا میگیم شما اینقدر دارو برات خریدیم و اینا کارتشو میده به ما نه کدشو میده. نکنید عزیز، نکنید، برید جدا، برید دنبال کارتون شما. ای واقعیت اینه است، اگر اینه بذارید اگر خانوادش بخوان بیان ازش مراقبت کنه. واقعیت واقعا همینه، واقعا همینه. بنابراین بذارید بخش دولتی از ایشون محافظت و مراقبت کنه. بله چشم، خیلی ممنون از شما. خودتون دیگر خواهیش میکنم. دخترتون هم آزاد کنید، بذارید به زندگی شما کنید. دقیقا اقدر یکی از شما ستا نجات پیدا بکنید.
بله در حال دقیقا، خوشحال شدم با تو ممنونم. صحبت. راه تمنام. نمایتون.